آنچه که من میدانم در حوزه قرآن پشویی و تفسیر، کتاب همیشه و همیشه با تفسیر کشف الاسرار خواجه عبدالله انصاری رحمت الله علیه معنوسم و یکی از کارهای مدری عرصه است و ضمن ذکر تفاسیر دیگر مثل تفسیر نمونه، تفسیر المنیر و تفسیر کبیر و غیره تفسیرها را هم میخوانیم. اما مهمترین کتابی که تفسیری که با او حظم میکنم تفسیر خواجه عبدالله انصاری است. در عرصه ادبیات بدون شک یکی از کتابایی که در ذهن و زندگی من تأثیر گذار بوده کتاب شعر و لجمش علامه شبلی نعمانی بوده که یکی از کتابای مهم و هنوز مهم است. و البته بعدها موسیقی شعر سوار خیال و عطا و لقای نمایش جعخوان تأثیر گذار بوده در ذهن. در عرصه سیاست که یکی از حوزه کارهای من است و در حقیقت به عنوان یک کارگزار سیاست خارجی با او معنوسم، در بدون شک سیاست میان ملت‌های مورگنت‌ها برای نخستین بار دریچه‌های جدیدی در ذهن و ذهنیت من نظر سیاسی باز کرد. و البته او زمانی که سخت نوجوان بودم کتاب نامه‌های دختری به پدرش یا پدری به دخترش که فراوشه نه جوال لنریدون نیرو بود فکر میکنم زندگی مر متحول ساخت. در رسی داستانی در اون روزگاری که ما بودیم اصلا کتاب نبود، دوره نوجوانی خودم میگویم. مهمترین کتابی که در زندگی ما تأثیر گذار بود در حقیقت یک کتاب به گونه رمانگونی است به نام امیرالسلان رومی، خصوص آن جایی که قهرمان داستان یعنی امیرالسلان میرود به قلعه سنگباران که انسان‌های سنگ شده را نجات بده دوباره انسان بسازه. این به شدت در زندگی من تغییر کرده بود. انسان‌ها در طلسم فولاد ذره دیو گرفتار شده بودند، تبدیل به سنگ شده بودند. وی قهرمان میرفت سنگ‌ها را دوباره انسان بسازه. حالا در میامم که سنگوارگی، مبارزه با سنگوارگی و تهجر چی مفهوم والایی در او کتاب داشته و هنوز و هنوز او کتاب در ذهنم تاثیر کرده. و آدم فروشان قرن بیست بارها خوانده بودم در نوجوانی گریه کردیم و در روزگار پسین و پسین با آثار گابریل گارسیا مارکز و دیگران همه و اینها.